ولی این یکی پاشکاری معروف بشه به دوره قاجار، زمانی که اینجا میشه دارم بکنیم بیان دوباره همون نورد دیو سپید و رستم رو میزه، ولی پاشکاری معروف به دوره قاجار. حال کردی؟ همه بودن خب دیدیم مثلا شما ایرانی ها در خونت بازه یه هایی سرکی بکشن داخل از هم رو که بیرون اینجا بیسته که تو سرک بکشه داخل این دیواری جلوشه دیگه، بهش میگن حجاب در دیواری، اینجا هشتیه برم هست. در دوره که زندان یک سری تحقیق هم میشه ناخواسته، در دوره قاجار هم آقا محمد خان قاجار به اندازه تحقیق ها رو انجام میده، بنابر ما آسیب دیده بوده. این در کوچیکی که دروازه توی این دره هست، قدمت این در قاجاری هست، قدمتش قاجاری هست و این در کوچیکی که توش هست شما که میشه دارالحکومه در دوره قاجار، مثل استانداری شما الان بخوای بری که نمیگن بفهم برو توی، حالت شناسایی طور دروازه داره. در دوره هم که زندان بوده خب خوبه دیگه، نمیخواد در رو کامل باز کنن، غذا یه چیزی بخوام بیارم راحت از این در کوچیکی که میتونن ردش کنن. اون بالایی که فیلم رو بردید ببرید ببینید، هنوز مربع‌های کوچیک اینجا صفحه تاقنما هست که کاشکاری بوده. نمونه کاشکاریش در نارنجستان قوام هست که رفتی نارنجستان قوام بیده اونایی که گلابی و اینا میارن قدم، یعنی همچی کاشکاری بوده، تصویرش موجود هست. ولی کاشکاری در دوره پهلوی به سرقت میره و خب هنوز هم مشخص نیست که کجا هست، ولی حالا آقا دزده نمیدونیم از سر اعتقاد یا فرصت نکره یا هر چیزی این بسم الله الرحمن الرحیم رو به خودش در واقع نبرده. بسم الله قدمت زندی از زندیه کاشکاریش، میگن که کاشکاریش شبیه همونایی که توی نارنجستان قوام بود. آب بخورم بیام بخورم. معماریشونه، سبکشونه. آره شما هم علت خاصی دیگه ای داشته باشه از نظر علمی؟ نه نه دارم این چوبه نمیخواستی پرسی کف ترازی این چوبه رو میگه؟ نه دیوار میخواستم بگم بعد چوبه برسم. حالا این چوبه چشم نیاکای سنگ ازاره که بهتون گفتم، نیاکای زخامتش انقدر هست گفتم داخل نشونتون میدم که رطوبت میدید، یه رطوبت به این سنگ ها میخوره، مستقیم به آجر نمیخوره. اون بالا چوبیا بهش میگن شیرسر. شیرسر در ایران کاربردش مثل سنگ ازاره هست، باعث میشه رطوبت به بنا اثر نکنه، وقتی بارون و اینا بخواد بیاد خب میخوره به اونا دیگه، مستقیم به بنا نمیخوره. در زمان زندیه سر و کاج بودن، در دوره پهلوی درخت ها قطع میشن و برای زندانی ها کانکس میزنن، در دوره های بعد در واقع این نارنج ها کاشته میشن. چرا پهلوی اینجور زندان کرده بودن؟ زندان نداشتن دیگه، زندان قصد خب باید بنای تاریخی رو کرده زندان؟ چرا کن درسته، حالا به لحاظ قدمت خودشون خیلی فاصله مثلا درست دارن زندان قاجار و بعدش پهلوی، ولی خب دیگه نداشتن، سرپرست خانوار رو به جایی که اعدام کنن ترجیح میدن زندان کنن. درست. خب بعد دیگه در واقع میان زندان عادل‌آباد ساخته میشه، زندان قصد ساخته میشه. نداشتن. بعد الان ما مثلا این همه بنا داشتیم، اون زمان که این همه بنا نداشتن. یه سوال دیگه توی کاشی ها خب علامت چیز هم دیگه، آره علامت داستانش چیه؟ توی مسجد وکیل هم بود سنگ فرشون اونجا، اولا که سنگ فرش بود در واقع 270 سال خدمت دارن در دوره زندیه، اما همه یکی دست بودن اینجوری، حالا ما میخوام روش لیز بخوریم بخوریم زمین، موقع صاف بودن به مرور آسیب دیدن. علامت های مختلف شما رو سنگ فرش ها میبینید، مثل این، مثل این، این یکیه توی مسجد وکیل، توی بقیه بناهای زندی هم شما در واقع این علامت ها رو میبینید. در مورد این علامت ها خب زمانی که داشتن عیب رو ساختن 12,000 تا میلی داشته، تعدادش کم نیست، به مقیاس الان هم زیاده، چه برسه اون زمان که انگار یک سوم شهر داشتن کار میکرد. اوایل میگفتن که این 12,000 تا زیر نظر 30 تا کارگاه سنگتراشی بودن که هر کارگاهی علامت خودش رو میزده برای بحث حقوق. بعدها در واقع این نظریه یه جورایی رد شد، چون گفتن که بعضیش حروف ابجد بذاری کنار هم معنا داره و بحث تلس بودن مطرح شد، بحث در واقع مختلفی مطرح شد. هنوز هم به طور قصد نگفتن که حالا دقیقا اینا چیه، ممکنه که از 270 سال پیش بیاد بگه اینا پرت و پلاها چیه، ما اصلا به این علت اینا رو میزدیم، ولی خب به هر حال نه نظریه هست که وجود داره. مسجد وکیل که الان سنگ هایی که آسیب دیده دارن سنگ جدید میزنن، دوباره دارن علامت ها روش در میارن، اگه دقت کرده باشیم بعضی هاش خیلی آره. علامت داشت آره علامت ها رو میزنن، مثلا هم بحث تحقیقات
که حالا ولی خب به هر حال سری بناهای زنده از بین رفته دیگه، اگه فاضلی بوده باشه همه بناها الان وجود نداره. پنجره های اینجا بهشون میگن اوروسی. توی بقیه بناها هم باز میتونید پنجره های اوروسی رو ببینید. به صورت کشویی باز میشن، از پایین به بالا باز میشن. تو شاچراغ هم اینجوریه. آره. پنجره ها در واقع در دوره پهلوی که اینجا میشه زندان، پنجره ها رو درآورده بودن و آجر چیده بودن تا بالا برای که زندانی ها در واقع نتونن حالا بشکنن و فرار کنن. یا حتی الان خاطره های زندان هنوز زنده هست. خیلی ازش نمیگذره. بعضیا میگن پدر شوهر من اینجا زندانی بوده. در واقع هنوز میتونین کسی رو پیدا کنین که خودشون اینجا زندانی بودن یا خک و فامیلاشون به قول زندانی بودن. مثلا میگن که اینا همیشه پنجره ها رو درآورده بودن. خاطره هاش هنوز زنده است. شما روی پنجره ها نگاه کنید. به این میگن هنر گره‌چینی. بدون چسب، بدون میخ اینا تو هم دیگه قفل شدن. خیلی هنره ها. و توی معماری برای اینکه قرینه باشه شما عدد فرد میبینی. سه، سه دری، پنج دری، هفت دری. معمولا عدد فرد است. یکی از سوال های پرتکراری که در واقع از ما میپرسن اینه که چرا پله ها بلند هستن؟ خب شما نگاه کن، اول که اون زمان ابزار به معنای امروز ما نداشتن، همه کار دست هست. اول که سنگش یه تیکه است، این خودش خیلی سخته ها بخوای سنگ یه تیکه واسه پله در بیاری. هم نشون دهنده مرغوب بودنش هست، هم در واقع اهمیتش به اینه. یه علت دیگه‌اش هم این هست که شما نگاه کن پله شیشه یه تو دست و پای ما رو گرفته. اگر می‌خواستن تمام این پله‌هایی که تا انتها تو بنا هست همش بیرون باشه، خب همش رو دست و پا بود دیگه. به خاطر بحث زیبایی، اینکه چقدر زیباتر هست پله‌هایی که تو بنا به کار رفته، اصلا شما نمی‌فهمید پله داره بنا. به خاطر بحث زیبایی شناسی در معماری پله‌ها رو توی بنا استفاده می‌کردن. اینا آجر آجری ما زمان خودمون اینجا بخش اداری که هست واسه اینکه راحت‌تر برن بالا اومدن اضافه کرد. وگرنه اصلش همونجوری که بلنده. مثلا بعضیا میان میگن چه میدونم قدشون بلند بوده، چه این چیزی نیست. اتفاقا قد به لحاظ ژنتیکی نسل‌های بعدی هم دارن بلندتر میشن نسبت به نسل‌های گذشته. یعنی که مثلا میگن چه میدونم زن می‌خواد سوار اسب بشه، اینا همش حرفای الکی هست که بعضی از سنگا رو میگن. طرح‌های رو سنگا خورده. مرور قدشون کوتاه شد. نه، اتفاقا اون دفعه بحث بود که گفتن که اتفاقا بلندتر دارن. این چه؟ مثلا الان که کوتاه بلند داریم به لحاظ کلی مثلا الان میگن بلندتر شده. خب این سنگ متاسفانه مثلا اونه که نیمکت میان مردم میشیننش، مردم اینجا مقصر در واقع نیستن، چون نمیدونن ارزش این سنگ به اندازه خود ارک هست، چون در دوره زندیه که برق نبوده. برای روشنایی مجموعه این سنگ ها، این سوراخی که اینجا هست، چربی حیوان ها، پی حیوان ها رو میذاشتن اینجا و روشنش میکردن. تعدادش در واقع بیشتر بوده، برای روشنایی مجموعه ازشون استفاده میکردن. خب حوض اینجا در واقع شکل سر سرتورنج یا سر شیراز هست. زمانی که اینجا پر از آب باشه باد بیاد حالت مواج پیدا میکنه، در واقع آب راکت نمیمونه. تو معماری به همه چیز فکر شده. سنگ ساروش در واقع باید پر از آب باشه برای ماندگاریش. فواره هایی که اینجا هست آب رو از آب رکن‌آباد با تنپوشه صفای لوله کشی که نداشتن، زمان نمازی در واقع زمان پهلوی مرحوم نمازی برای مردم شیراز لوله کشی میاره، با تنپوشه صفالی آب رو انتقال میدادن در واقع به اینجا. و این فواره هایی که اینجا هست زمانی که آب از زیر هم حرکت میکنه، از زیر واردشون میشه، چون مجرا در واقع تنگ هست، این فواره ها حرکت به چی میگن؟ چون میگن به چرخش در میاد فعلا این که گفتین آب میکشی در رکن آباد، یعنی چه جوری؟ تنپوشه های صفالی با بدبختی در راجع بهش میتونی کلا مطالعه کنی علاقه من هست. یعنی یه راه وجود داشت، یه راه درست کرده بودن. مثلا روی کسی جوی تنپوشه صفالی صفالیه تنپوشه، یعنی بگم چی بهش بگم چه شکلیه؟ مثلا روی کشی زمان خودمون مثلا نافلونه آره. قدیم آره دقیقا مثلا روی کشی مطابق به اون ترفند حالت مثلا روی کشی پیدا میکنه. خب ستون ها رو نگاه کنید، ستون ها یک پارچه از همین خودش خیلی هنره. بخوای ستون در بیاری با این ارتفاع یک پارچه باشه. باید شما نگاه کنید، دو تا دو اونجا دیده همه شه لایه کشیدن، همه اینا نقاشی بوده. واقعا ارگیز به هفته تاریخ خیلی باشده تر بنده حال شده. یه دیگه نقاشی هم شخصه بود روی ستون ها رو زوم کردم دیدم. شما این ستون ها رو از این سمتش بیاید فیلم بگیرید، نقاشی رو شوانه یه سری آثار گل و اینا هنوز روش هست. نبیه روی این سمت ستون است. آره آره این اینا همش نقاشی بوده، واقعا خیلی قشنگ بوده. بریم سمت
معروف هست در واقع به شهر بالگیرها دیگه معروفه تو دنیا معروفه. خب بالگیر هم کاربریش مثل کولر زمان خودمون هست. توی اپ هم 6 تا بادگیر داشتیم که فقط یکی از اون بادگیرها مونده که اون بالای در واقع 6 تا بادگیر داشته. آره در واقع فقط یکیش باقی مونده بادگیرش که این بالای قسمت شاهنشین بنا هست. نکا الان ما این سمتی که هستیم اگر که حالا روسته این هنوز یه ذره آفتابی جا هست اون سمت کامل سایه هست. این بر زمستان نشین و اون سمت تابستان نشین هست. نه اگه مثلا بود سر بود این بر همزمان اون بر سایه بود در کامل آفتاب بادگیرش هم بالا بود. بادگیر هم اینجا بیشتر حالا به تهویه داشته اونقدر هوا گرم نبوده. انگار به حالت تعظیم و احترام در واقع شما وارد میشید. یکی از علتاش این هست که شما اونجا هست که در هست. چفت دره، دره به قول معروف انگلیسی دیبل نمیشه برو بیاد باعث میشه دره پشت این درزی که اوبرم بالا در واقع بمونه و اینکه اون موقع هم کف اینجا فرش بوده. کفش های پشت دردن میاد و هم برم وارد میشه. پنجره های اینجا که در واقع هم گرفتیم و بیرون براتون توضیح داده هم شما المان های طبیعت رو میتونید روش ببینید مثل خورشید و ماه که گرد هست و شیشه ها مثل چهار فصل هستن تابستان، بهار، پاییز و زمستان. خب دور تا دور اینجور نکنی نقاشی های سری هاش به عمد تخریب شده. آقا محمد خان حاضر خب به لحاظ سیاسی بالاخره زندانی بوده در دوره زندی عقیم میشه. خب خیلی عقده داشته از خاندان زند، خیلی کینه داشته. زمانی که قدرت رو به دست میگیره به عمد سری تخریب ها رو میاد اینجا انجام میده تا جایی که میتونه که برایش هم خب گفتیم بنا تبدیل میشه به دارالحکومه که دیگه خودش هم میره تهران که دیگه پایتخت رو انتقال میده اونجا و میره کاخ گلستان. سقف اینجا توش ورقه های طلا استفاده شده. ورقه های طلا که استفاده شده زندان یا فکر کردن که میتونن این ورقه های طلا رو در بیارن ببرن به خودشون بفروشن. زندان ما متوجه میشه که اینا دارن میرن بالا این ورقه های طلا رو دارن میکنن. میان لایه گچ میکشن. لایه گچ یه کار حفاظتی هست. منتها هم باید اصولی کشیده بشه و همین که اصولی از زیر بنا در بیاد. الان یه سری بناهایی که میسازن مثلا نقاشی اینا داره میان این تیکش رو لایه گچ میکشن ولی 100 سال بعد 200 سال بعد اگه اون قسمت آسیب دید ببینن اصلش نقاشی بشه صورت میشه. خب ما چند سوالی که در مورد اینجا هستن. شخصی که بر تخت نشسته کریم خان زند هست. کریم خان زند آرامگاهش هم که بیرون اشاره کردم در موزه پارس هست. آرامگاهش الان اونجا هست ولی خب شاید شما هم شنیده باشید که آره آقا محمد خان قاجار انقدر کینه داشته که میاد استخونها رو از قبر در میاره میبره تهران کاخ گلستان زیر پله های اونجا دفن میکنه که هر بار میخواد رد بشه از اون جنازش در بیاد. ممنون اینکه انتقالش داره دوباره به شیراز. آره رضاش عکسش هم تو اینترنت هست یعنی خودش قشنگ رفته نظارت هم داره میکنه که استخونها رو سیمی دارن میارن و اینکه دوباره رضا شاه زمانی که پادشاه میشه استخونها رو به مکان اصلی برمیگردونن و به همین شیراز که در موزه پارس هست. شمشیری که در دستش هست اصل شمشیر در همون موزه پارس نگهداری میشه. روی شمشیر یک شعری رو طلاکوب نوشتن. این تیغ که شیر فلکش نخجیر است شمشیر وکیل آن شاه کشورگیر است. پیوسته کلید فتح دارد در دست آن دست که بر قبضه این شمشیر است. یعنی شعرش هم از حاطف اصفهانی شاعر دوره افشار و زند هست. یعنی کسی که این شمشیر دستش هست همیشه پیروز هست. شخص سمت چپ که خیابون اینجا هم به اسمش هست لطف علی خان زند هست. لطف علی خان زند اون شخصی که جلوش کلاه آبی پوشیده تعظیم کرده. مثل خیلی از دوروبرای خودمون که چشیدنمون ندارن تو رومون خوبن. تعظیم ریاکارانه کرده. این شخص شخصی هست که با آقا محمد خان قاجار دست به یکی میشن. در واقع کریم خان خب اولین پادشاه، لطف علی خان آخرین پادشاه زند هست. حالا چند پادشاه هم بینشونه. به صورت نمادین اولین و آخرین رو برای شما نمایش گذاشتن. در واقع با آقا محمد خان قاجار دست به یکی میشن و زمانی که لطف علی خان بعد یک جنگ از شهر خارج شده بوده زمانی که برمیگرده
در دروازه رو به روش می‌بندن و اجازه ورود بهش نمیدن. فرار میکنه، میره کرمان، میاد شهر شما، سه ماه اونجا بوده و دیگه همون تاریخ خوندیم که چه بلاهای آقا محمد خان قاجار سر مردم کرمان میاره که در نهایت والی مجبور میشه، والی کرمان، که لطفری رو بهش تحویل بده. شکنجهش میکنه، گورش میکنه و در تهران امامزاده تهران چندین هزار چشم در میاد. آره، در واقع اونجا خاک است که متاسفانه میگن قبرش هم توی تهران اصلا یه قبری افتاده یه جا اصلا تمچه سردار دلیل و رشیدی. و حاج ابراهیم خان کرمتر که حالا ببینیم چه بر سر خودش میاد که خیانت کرد. آقا محمد خان قاجار خب بالاخره اول هر حکومتی هرج و مرج دیگه نیاز داشته بهش. خب مدتی در خدمت آقا محمد خان قاجار بوده. یه وصیتی میکنه به پادشاه بعدی فتحعلی‌شاه. میگه کسی که به ولی نعمت خودش وفا نکرده به تو هم وفا نمیکنه. سرین خاندانشو بکن زیر آب. به روایتی دیگه آب جوش یا روغن داخل ابراهیم رو میندازن توش و میکشن. بقیه خاندانش هم یا مقتول و نسل میکنن، مثلا مثل علیرضا که در تهران میشه سرپرست خواجگان که دیگه فرزندی نسلی ازشون نمیمونه، یا میکشن. از این خاندان پسر بچه به اسم علی اکبر مریض بوده، میگن این بچه هم خودش داره میمیره دیگه، حالا ما نکشیمش ولش کن. ولی اون پسر بچه زنده میمونه، میشه مرد بلند آوازه به اسم علی اکبر قوام که نارنجستان قوام، خانه زینت و ملک، این آثاری که از خاندان قوام هست نسلشون برمیگرده به این حاج ابراهیم خان کلانتر. خب در واقع قوام هم که این در واقع حال فامیلی قوام رو دارن که لقب قوام الملک رو میگیره. خب علی اکبر گفتیم که بچه بوده، 20 اندی سال میگذره، فتحعلی‌شاه میاد شیراز، داشته لقب میداده. لقبی که مثلا میخواسته برای خودش انتخاب کنه، میخواسته لقب خودش رو برسونه به وزیر مملوک حافظ، حاجی قوام الدین صاحب عیار. در واقع میگه که میاد لقب قوام الملک رو انتخاب میکنه. در دوره رضا شاه که قانون لقب القاب میاد، میگه کسی دیگه نمیتونه لقب داشته باشه، فامیلی انتخاب کنی، فامیلی قوام رو برای خودشون انتخاب میکنن. در واقع که فامیلیشون قوام هست، نسلشون برمیگره به حاج ابراهیم خان کلانتر. خب روزی روزگار در شهر شیراز تاجر از فرانسه پاشده اومده، میخواد در واقع جنس بفروشه. یعنی واقعا اصلا مثل افسانه الان میمونه برای روزگار ما. خب کاسه چینی آورده برای فروش، کرم خان زن میگه حالا توی کاسه برای من آب بیاریم ببینم جنس کاسه چطور هست. به عمد کاسه رو میشکنه، میگه مردم من اونقدر در رفاه نیستن بتونن از این کاسه ها بخرن، برای من از بازار وکیل، از بازار مسگرها ظرف مسی بیارین. خب ظرف مسی دیگه نمیشکنه و در عمل داره از تولید داخلیش داره حمایت میکنه دیگه. خب اونم که کاتب هست و زکی خانم وزیر جنگ، شخصی که چوب دستش هست، اون ضرب‌المثل تاریخی داریم که ریشش در این شخص هست، شیخ علی یا وزیر مالیات. قطعا ضرب‌المثلش رو شنیدیم که شاه میبخشه شیخ علی نمیبخشه، یا وزیر نمیبخشه. آره، وزیر نمیبخشه. زمانی که کریم خان در واقع مالیات ها رو مردم بخشیده بود، حال مردم نداشتن اون سال بدن، هم زلزله اومده چی شده بوده، این میره زیر سیرکی از ملت پول مالیات میگیره، به گوش شاه میرسونن که خب خونه پادشاه اینجا دیگه، شاه میبخشه شیخ علی نمیبخشه. نه، میگه بگه شیخ علی بیاد حالا کورش میکنه برای عبرت بقیه مسئولا. خیلی هم میگن چرا این کار کرد، من پادشاه بودم بالا خیلی ها رو میکشتم. خب برای نظمه، برای عدالته، ولی چون پادشاه عادلی بوده. یه تابلوی هست، چند تابلو ما داره تو موزه پارس از دوره زندیه، که از تابلو کریم خان وسط داره قلیون میکشه، شخصی هم که آخر نشسته روش سیبیل نداره، لطفعلی خان زند هست، بچه سالتره. بعد این شیخ علی کنار دست کریم خان با چشمان سفید کشیده نقاش، یعنی کور شده، ولی این خواهد ثابت کنه که همچنان ازش نگهداری داره میکنه، کورش کرده برای عبرت ولی ازش نگهداری میکنه. تشریف پرنده گرفتم. اینو گذاشتن که شما بدونید سقف اینجا هم در واقع روش کار شده بوده، نقاشی هست که حالا اوج شاهکار نقاشی روی سقفش بوده. شما فکر در نارنجستان قوام که فیروز برای صورتگر نقاش اونجا هست و نمیگویید هنوز یه سری آثاری هست از نقاشی های اون زمان که دور تا دور اینجا همه نقاشی بوده. به سقف چوبی کاذب میگن مرجوک توی اصطلاح معماری. اینا میگه شومینت، مرجوک. ما خیلی سخت یاد گرفتیم.
در واقع ستون های اینجا که چوبی هست، یک روایتی هست میگن که آقا محمد خان قاجار اومده این ستون سنگی بوده کنده برده کاخ گلستان. ممکن راهنمای کاخ گلستان هم همین حرف رو به شما بزنه. حرکت استاد ما میگفت ستون برده ولی از ارگ نبرده، به لحاظ ارتفاعی یکی نیستن، از امارت دیوانخانه برده، از یک امارت دیگه زندی برده. امارت دیوانخانه همین سمت ها هست، حالا نمیدونم دقیقا تغییر کار برای داده اینو واقعا نمیدونم یا همچنان خودش پا بر جا باشه چون خیلی هاش فقط تغییر کار برای داده. آره حالا میتونم بپرسم شما رو هم میتونم بهتون بعد بهتون. ستون های اینجا نگاه کنید، ستون ها پیچش داره برای نقاشی ها، خیلی از نقاشی هاش از بین رفته، هنوز بالای سر آثار میبینید. خب منطقی نیست کسی که هدفش تخریبه بیاد یه ستون سنگی ببره بعد بیاد جبران کنه واسه طرف یه ستون چوبی با این همه پیچش و با اون همه نقاشی بخواد بذاره سر جاش. خیلی ها حتی همکاره خودم ممکنه نظر بگن نه همش سنگ استفاده شده توی بناهای زندی، دلیل نمیشه. حالا دلش خواسته اونجا اصلا چوب استفاده کنه، حتما یه دلیلی داشته که استفاده کرده، چون اصلا منطقی نیست کسی که بخواد ببره بعد بخواد یه چوبی به این همه ظرافت و خوشگلی بخواد بذاره سر جاش. بله خود ستون ها نقاشی داره گرفت اینا یادگاری‌های زندانی‌های دوره پهلوی هست که در دوره محمد رضا شاه همچنان اینجا زندان بوده. این هم نشونش عبدالله سیفی سال 40 مرخص است، یادبود حسین باغبانزاده سال 42 یا امام رضا مدد. چرا حاصل داشتن رو سنگ بتراشن؟ آره اون هم دوست دخترشه زنشه، هر روز مرخصش اومده نمیشه، هم دوست دخترشه زنشه. ما میگیم مشروب دیگه خیلی خوشگل. پنجره جان اگر که نور باشه پنجره ها مثل یک فرش رنگی میشه دیگه اینجا. خب زیبایی باشه کجا میتونی ببینید؟ رفتن؟ نه فصل نریم توی این فصل اگر عبی باشه هیچ بل اگر آفتابی باشه بهترین ساعت 8 صبح هست که تا انتهاش در واقع نوره میفته دیگه، تا قبل از 11 حتما ببینید. اگه بعد از اون بریم مثل همین فقط شیشه رنگی تا سه هم بیشتر نیست، اول خب ارزش دیدنش به صبح میشه. خب روی سنگ‌های مرمر گلمرغ کشیده شده، مکتب گلمرغ مکتب دوره زندیه هست، نماد عاشق و مشهور. نظام بیا این علامات ما باقی شومینه های مجموعه هم جلو سنگ بوده که سنگ ها از بین رفتن. شما نگاه کن حتی روی سنگ هم میبینی شعر کار شده. شعله گشتم عاقبت تا دل به مهرش سوختم، چون بخاری بحر آتش پاره جان سوختم. همه به شما هنر میبینی. اون عکسایی هم که دور تا دور اینجا یا اتاق قبلی بود عکسای قبل و بعد از محمد هست که خدایی خیلی اربدی همش برده. حالا برای این دوره هست دیگه این تا اینجا تور از راهنما گرفتن راضی هست؟ اون که آدم وقتی هیچی ندونه و بخواد اعتراض بکنه. خانم کجا نشسته؟ نگاه کن یکی از اونایی که گفتم روشنای مجموعه بوده نگاه افتاده اینجا. نمیشه صافش کرد؟ کجش کرد؟ خب نگاه کن الان خودم دلش میشه. بعضی وقتا نعمت که فراوون باشه مثلا ایران خب خیلی آثار داره، مردم قدرشو نمیدونن. در واقع یک پارچه هستن دیگه، برای این دو تا ستون یک پارچه نیستن. در دوره که در واقع جزشت مرمت شده اون تیکه بالا ستون زندی هست، از یک بنای دیگه انتقال میدن، ولی تیکه پایینش که بهش اضافه شده چون از نظر ارتفاعی یکسان نبوده، یعنی اندازه اینجا نبوده، مجبور میشن بهش سنگ اضافه کنن. چرا از این بنای دیگه آوردن گوشن اینجا؟ اصلی آسیب نیفتی. دوره پهلوی مرمت که این دوره فرای پهلوی شروع میشه، دوره بعد از انقلاب هم خدای اصلی سال 69 اثر نگاه کنیم واقعا هم خیلی در بود آقا میده. اینی همچنان هم داره مرمت میشه.
خوب مرم مر گذاشتن بشه. علمی هیچ وقت نمیتونن مثلا بیان یه بنا بخوان بشن دوباره نیان، نه که نتونن ها میتونن، نباید بله نباید کار رو انجام بدن که بخوان دوباره مثلا بیان بشن. چه ارزش بنا میاد پایین؟ تو نارنجستان ما داریم که این کاری انجام شده، پاک میکنه میبینه ای نقاشی دوره قاجار زیرش اومد بیرون، دوباره میاد همون نقاشی رو در واقع میاد مرمت کنه روی حساب اونجا اجازه دادن، وگرنه مرمت نباید کنه. نه فعلا تصمیم نگرفتیم. خب نه آخه میخوام آیا که چون که الان ساعت 4:05 دقیقه واسه اینکه اونجا بسته نشه و اینا، خب چون اونجا خودش کلی توضیحات داره، یه سری توضیحات مشترکه، گفتم اینجا یه سری توضیحات براتون بدم بریم ادامه توضیحات. اگر وقت پیدا کنیم اینجا رو کاملش کنیم، کامل بیم حالا همون نکنم برای اینجا برای دیگه ما اومدیم پایین تر، همون ما رو توی گرد می ساختن پایین تر می ساختن. خب میگم اینجا رو بر از بحثی که بخاری هست کلا خب اینجا بهش میگن سربینه یا رختکن. توی حمام بکری سربینه چند برابر اینجا از به لحاظ مساحتی. سربینه یا رختکن اون قسمت کفش‌ها رو توی کفشکن می‌ذاشتن، یا حتی اتاق انتظار هم داره سربینه. مثلا توی حمام بکری که خب مردم شناسی هم مثل موزه مردم شناسی هم هست دیگه، مجسمه‌هایی که اونجا ساختن خب یه درجه میده قشرهای مختلف. شما فکرم رفتی باشه حمام بکری؟ حمام بکری؟ نه 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 شیرازو رو بعد در واقع مثل حالت اتاق انتظار هم داره، مثلا توی حمام بکی می نشستن صحبت میکنم، اونجا داستانه خودشو داره. و سخت اینجا هم میکنید به اینا میگن اونجام نور رو انعکاس میده داخل و جنس شیشه هم طوری هست که شما نمیتونی اول بخوای نگاه کنید برای تشکیل برای اونجا هم لازم نمیشه باز از اون حالا باز بهتر میده مثل حالت سحنه شکار. این دیگه نبود هم دیگه چهل شیش نیست. عجب سنگی صحبتی هست.